بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. خدمتتون عرض می‌کنم همونطور که شما اشاره کردید، گزارش ما رو همینه که از سد لطیان می‌بینید و می‌شنوید. اگر همکار من در واقع آقای امینی نشون بدن در واقع داغی سد لطیان و دیواره‌ها رو ببینید، قسمت‌هایی در واقع جای آب مونده، یعنی در این داغی در اردیبهشت ماه این آب و سطح آب تا اون قسمت بوده و الان که ما در خدمت شما هستیم، تراز آب در واقع سد لطیان حدود 17 متر پایین تر اومده. ما در واقع در دریاچه سد لطیان دو تا ورودی داریم از لواسان بزرگ و لواسان کوچک که از دو قسمت وارد میشه آب به سد در واقع به دریاچه لطیان، که حجم این ورودی ها بسیار کم شده به خاطر بارش کم و همچنین افزایش دمایی که داشتیم در تابستان، ولی خروجی که در واقع از سد لطیان خارج میشه میره برای تصفیه خانه تا آب شرب تهران رو تامین بکنه به شدت افزایش داشته، یعنی مصرف آب تهران بیشتر از ورودی هست سد ورودی که آبی که به سد لطیان میاد. فقط سد لطیان نیست، در واقع سدهای پنجگانه استان تهران هم همین رو شاهد هستیم. حجم در واقع مخزن سد لطیان 95 میلیون متر مکعب، اما الان آب موجودی که پشت سد لطیان قرار گرفته حدود 20 میلیون متر مکعب که در مجموع سدهای پنجگانه 349 میلیون متر مکعب در واقع حجم ذخیره های آب پشت سدها هستش که نسبت به سال گذشته 80 میلیون متر مکعب ما کاهش آب موجودی سدها رو داریم. ما در واقع برای سدهای 13 و 14 باز هم از اینجا با شما خواهیم بود.